این خفن‌ترین جنگنده ساخته شده در تاریخه که این ویدیوی اختصاصی رم تو آنتن داره. خیلی جنگنده پیشرفته ایه، درست؟ حالا چی میشه اگر ما اینو ببریم به جنگ جهانی اول و تو جنگ ازش استفاده کنیم؟ به قسمت 13 زنگ تفریح آنتن خوش آمدید. قصد نداریم که تجهیزات و امکانات این هواپیما رو برای شما تعریف کنیم، چون قبلاً بارها توضیح دادیم. فقط باید اینو بدونیم که هدف از ساخت F-22 این بوده که از بهترین جنگنده های روسی بهتر باشه. خب حالا اجازه بدین وارد تونل زمان شیم و بریم سال 1917 در اروپا. اول از همه این هواپیما قیافه‌ای داره که آدم‌های اون سال‌ها اصلاً نمیتونن هضمش کنن. صدایی که از این هواپیما بلند میشه برای سربازها و آدم‌های اون روز خیلی عجیب و ترسناک. بیشترین احتمالی که وجود داره اینه که سربازها و آدم‌های اون دوران فکر می‌کنن این یک سفینه فضاییه، چون هیچ کشوری در اون زمان نمیتونسته یک همچین چیزی بسازه. اگر بخوایم F-22 رو با بهترین جنگنده‌های اون دوران مقایسه کنیم، اصلاً نمیشه. مثل این میمونه که کلاشینکوف رو با شمشیر مقایسه کنی. بهترین جنگنده اون دوران این هواپیما بوده، فاکر دی 7 آلمانی. فاکر دی 7 در اون زمان موفق‌ترین جنگنده بوده و با هیچ جنگنده اون موقع نمیشه مقایسش کنی. این هواپیما با وجود اینکه فقط 6 ماه فرصت جنگیدن داشت، با این وجود در همین مدت کوتاه 565 تا هواپیمای متفقین رو ساقط کرده بود. بیشتر مورخین معتقدند اگر آلمان از اول جنگ این هواپیما رو در اختیار داشت، سرنوشت جنگ جهانی اول یک چیز دیگه میشد و آلمان دیگه شکست نمیخورد. اما این جنگنده وقتی حاضر شد دیگه دیر شده بود. در هر صورت این هواپیما در مدت کوتاهی که فرصت داشت خوب خودشو نشون داد و لقب بهترین جنگنده جنگ جهانی اول رو به خودش اختصاص داد. اینو میشه با مسرشمیت 262 هم مقایسه کرد که خفن‌ترین جنگنده جنگ جهانی دوم بوده، اونم ساخت آلمان. اونم دیر به جنگ رسید که اگر میخواین داستان کاملشو بدونید، کلیپش در چیزومیز وجود داره. خب برگردیم به F-22 خودمون. تمام چیزهایی که در مورد فاکر D7 تعریف کردیم در مقایسه با F-22 مثل یک تیکه آهن پاره است که باید بندازیش توی سطل آشغال. خب بریم ببینیم حالا F-22 میخواد چیکار بکنه تو این جنگ. متاسفانه این جنگنده فوق پیشرفته در اون زمان کار زیادی از دستش بر نمیاد و نمیتونه نتیجه جنگ رو تغییر بده. ولی چرا؟ اینکه خیلی پیشرفته است. این جنگنده طراحی شده که با سلاح‌ها و جنگنده‌های همردیف خودش مبارزه کنه، نه با هواپیماهای 100 سال پیش. دلیل دومش اینه که F-22 درسته که خیلی پیشرفته است، اما هر ساعت پروازش کلی هزینه داره، حدود 85,000 دلار در هر ساعت. یکی از بهترین رادارهای دنیا تو این هواپیما نصبه، اما این رادار طراحی شده برای امروز و در سال 1917 هیچ کاری از دستش بر نمیاد و نمیتونه با کسی هم ارتباط برقرار کنه. 12 ساعت پرواز با F-22 پول یک خونه کوچیک تو نیویورک هزینه شه یا یک قصر تو جاهای دیگه. باید بدونید شرکت لاکید مارتین برای ساخت F-22 یه جورایی چک سفید از پنتاگون داشت. پنتاگون به لاکید مارتین گفته بود هر چقدر خرجشه اشکالی نداره، فقط یه چیزی میخوایم که شوروی نتونه بهترشو داشته باشه.
وقتی F-22 رو سفارش دادن، شوروی هنوز پا بر جا بود. ولی وقتی شوروی فروپاشی کرد، دیدن دیگه اون تهدید قدیمی وجود نداره و دیگه سفارش‌های این هواپیما رو کم کردن. برای همینم هم هست که یک هواپیمای فوق پیشرفته داریم که خیلی هم دردسر و هزینه داره. برگردیم جنگ جهانی اول، ببینیم چی کار میتونیم بکنیم. یک چیز مهمی که باید یادمون نره اینه که باید همراه این جنگنده یک پرسنل 20 نفری هم ببریم. خلبانها، تکنیسیان ها و مهندسان. در غیر این صورت هیچ کسی اونجا نمیتونه این هواپیما رو تکون بده. اگر کسی همراه این هواپیما نباشه، مثل این میمونه که الان یک سفینه فوق پیشرفته آینده رو بیاریم بذاریم یه گوشه. تا بخوایم یاد بگیریم با این سفینه چی کار کنیم، عمرمون تموم شده رفته. فکر کنم آدم‌های اون موقع فقط موتورهای این F-22 رو ببینن، موخشون سوت میکشه. وقتی صدای این بلند شه، فکر میکنن یک اتفاق عجیبی افتاده و سربازا فرار میکنن. برای شکست دشمن در اون زمان کافیه که F-22 بلند شه رو هوا و چند دور رو جبهه های دشمن با سرعت عبور کنه. فقط صدای این هیولا برای دشمن کافیه. البته دشمن اون موقع. احتمالاً همه پا به فرار میذارن. یا بدتر میترسن و شروع میکنن تیراندازی به طرف هواپیما. هرچی بالا پایین میکنیم میبینیم که F-22 اصلاً به درد اون زمان نمیخوره. چون گرونترین سیستمی که روی این هواپیماست رادار گریزیشه. چیزی که اون موقع اصلاً به درد نمیخوره. اولین سیستم رادار در سال 1935 ساخته شده که اون موقع هم اصلاً کارایی درستی نداشته. به یک مشکل بزرگتر برخوردیم. بنزین‌های هواپیمایی‌های اون موقع رو نمیتونیم بریزیم تو F-22 چون F-22 سوخت جت میخواد که یک چیزی مثل نفت سفیده. اما هواپیماهای اون دوران چون موتورهای پیستونی بودن، بنزین معمولی مثل ماشین میسوزوندن. امروزه وقتی جنگنده ها برای جنگیدن بلند میشن، معمولا دو تاشون بلند میشه. اما اون زمان ده ها هواپیما بلند میشد برای جنگ هوایی و اونها هم وقتی با F-22 روبرو بشن، حتما شروع میکنن شلیک کردن. F-22 میتونه جا خالی بده چون مانورش خیلی قویه، اما تا ابد که نمیتونه جا خالی بده، مخصوصا وقتی 80 تا جنگنده داره بهش شلیک میکنه. حملات هوا به زمینم اگر بخواد بکنه، فوقش میتونه دو تا موشک شلیک کنه روی زمین که در اون زمان هیچ تأثیری نداره. چون در جنگ های اون موقع تیکه به تیکه زمین انفجار میشد و بمباران و اون دو تا موشک F-22 فوق پیشرفته هیچ تأثیری نداشت. عجیبه ها، یک هواپیمای 220 میلیون دلاری داریم. هیچ کار زیادی هم از دستمون بر نمیاد. مثل این میمونه که یک زنبور عسل گیر مورچه ها افتاده. یک مشکل بزرگ دیگه این بود که F-22 نمیتونست با سرعت تو هوا حرکت کنه چون جنگنده های اون دوران سر راش قرار میگرفتن. سریع ترین و پیشرفته ترین جنگنده اون دوران که گفتیم فاکر D7 بود، فقط 185 کیلومتر در ساعت سرعت داشت و تعدادشون هم که یکی دوتا نبود. F-22 چطوری میخواد بین اینا حرکت کنه؟ چون یک هواپیماییه که نمیتونه سرعتش رو به این حد بیاره پایین، پس نمیتونه پشت سر این هواپیما وایسه و بهش شلیک کنه. چون اگر سرعتش از یک اندازه خاصی بیاد پایین تر، اصلا احتمال داره که سقوط کنه چون اون باید با سرعت حرکت کنه. جنگنده های اون موقع درسته که امکانات زیاد مهمی نداشتن، اما مثلا تیربارهایی داشتن که کلی قطار فشنگ داره و میتونه برای چندین دقیقه شلیک کنه، در صورتی که تیربار F-22 زیر 10 ثانیه میتونه شلیک کنه. این فناوری خیلی عالیه برای F-22 موقعی که بره دنبال یک جنگنده هم قد و قواره خودش و از پشت بخواد بهش شلیک کنه، نه این مگس هایی که همه جا ریختن معلوم نیست چی کار میخوان بکنن.
خلاصه این همه زحمت کشیدیم، تونل زمان ساختیم، F-22 رو برداشتیم بردیم اون موقع و سرمون به سنگ خورد. دیدیم به هیچ دردی نمیخوره. شاید خیلی بهتر بود که به جای F-22 یه دونه کلاشینکوف میبردیم اون زمان. اون موقع خیلی میتونست کارایی داشته باشه، چون در اون زمان یک همچین سلاح اتوماتیک و سبک وجود نداشت و اگر کلاشینکوف واقعا به دست مهندسان اون موقع میافتاد حتما میتونستن از روش بسازن، ولی یک پیچ F-22 هم نمیتونستن بسازن چون اصلا نمیدونستن این چه جنسی داره. تیتانیوم. البته اگر یک همچین تونل زمانی داشتیم میتونستیم یک اسلحه خودکار رو به خیلی از زمانها ببریم که سرنوشت دنیا رو اصلا تغییر بده. به نظر شما به کدوم زمان میبردیم بهتر بود؟ لطفاً کامنت بدین.